در آستانه آغاز به کار 7 نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک سران و هیئت‌های نمایندگی شماری از کشورها امروز یک شنبه در مقر سازمان ملل حضور یافتند و مقامهای شماری از کشورها هم قرار طی چند روز آینده برای شرکت در این مجمع راهی نیویورک بشن گزارش سینا رازی رو ببینید این یکی از بزرگترین رویدادهای جهانی است که پاییز هر سال با حضور سران و نمایندگان بلندپایه کشورها در مقر سازمان ملل برپا می شود و سران و نمایندگان کشورها طی روزهای برگزاری نشست سخنرانی می کنند. پیشا پیش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و معاونان و دستیاران او وارد تالار شدند. گوترش سران کشورها را به یک نشست دو روزه در روزهای یک شنبه و دوشنبه دعوت کرده تا پیشاپیش پیش گشایش اجلاس در روز سه شنبه در باره مسائل مبرم جهانی بحث و بررسی گسترده ای صورت گیرد. فیلمون یانگ رئیس نشست امسال مجمع نیز در محل حضور یافت. تدابیر امنیتی بسیار شدید است و کارت شناسایی رهبران مورد بررسی معمورانه امنیتی قرار می گیرد. نشست فرصتی در اختیار رهبران کشورها میگذارد که دیدگاه های دولت خود را در سخنرانی هایی معمولا ده دقیقه ای بیان کنند. در حاشیه نشست نیز فرصتی برای دیدارهای دو جانبه سران کشورها پدید می آید. تا مسائل مورد علاقه خود را در میان بگذارند. جنگ اوکراین و درگیری های اسرائیل در غزه و لبنان بر نشست امسال مجمع سایه افکنده و بخش بزرگی از سخنرانی های سران به این دو مسئله اختصاص پیدا می کنند. لیندا تامس گرینفیلد نماینده دائمی آمریکا با هیئت همراهش از نخستین کسانی بودند که وارد تالار مجمع شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ناب سابقه از نخستین سخنرانان نشست خواهد بود. همچنین لویز ایناسیو لولا د سیلوا رئیس جمهوری برزیل که از نخستین سخنرانان مجمع عمومی است در چند سال گذشته ولادیمیر پوتین شخصا در مجمع حاضر نشده و به جای او سرگی لاوروف وزیر خارجه سخنرانی کرده سینارازی صدای آمریکا